درود و ادب خدمت شما دوستان و همراهان در خدمت شما این با یکی دیگر از ویدیوهای آموزشی انگلیسی مستاب خوردن و در این درس میخوایم به فرق و تفاوت و کاربرد much و many در انگلیسی بپردازیم همونطور که میدونید این دوتا کلمه خیلی جاها با هم شباهت دارن و کاربردشون ممکنه شما رو سردرگم کنه پس در این ویدیو به تفاوت بین ماچ و منی میپردازیم و مثالهایی رو با هم تمرین و مرور میکنیم تا خوب برای همیشه این تفاوت و این کاربرد رو یاد بگیریم بسیار خوب بپردازیم به فرق و تفاوت ماچ و منی در انگلیسی اجازه بدید در ابتدا بپردازیم به ماچ همونطور که میدونید معنی لغوی ماچ یعنی چقدر و باید در نظر داشته باشید که ماچ فقط با اسمهای غیر قابل شمارش و با فعل مفرد همراه میشه و در جملات مثبت معمولا منفی و سوالی به کار برده میشه ولی بهتره که در جملات مثبت از کلمات plenty of یا a lot of استفاده بشه خب اجازه بدید که حالا که گفتیم اسمهای های غیر قابل شمارش چند تاشو با هم مثال بزنیم اسمهای های غیر قابل شمارش مثل ترافیک شما نمیدونید دقیقا چند تا ماشین توی ترافیک وجود داره پس قابل شمارش نیست یا کلمه مشینری ماشینری یعنی ماشینالات یا دستگاه ها شما دقیقا اشاره نمی کنید چند تا دستگاه پس قابل شمارش نیست یا کلمه بعدی که غیر قابل شمارشه information information یعنی اطلاعات ولی ما دقیقا نمیتونیم اون حجم اطلاعات یا مقداری که وجود داره رو بشماریم پس میشه اسم غیر قابل شمارش یا کلمه مانی مانی یعنی پول همه عاشق پولن ولی متاسفانه نمیشه دقیقا وقتی که اشاره میکنیم به مانی اشاره نمیکنیم چقدر الزامن و پس مانی یک اسم غیر قابل شمارشه یا تایم به معنی زمان پس تایم هم غیر قابل شمارشه اینها نمونه هایی از اسم های غیر قابل شمارش هستند پس در این موارد و مواردی که اسم ها غیر قابل شمارش باشند از ماچ استفاده میکنیم بسیار خوب حالا اجازه بدید که بپردازیم به منی منی همطور که میدونید یکی از معانیش یعنی بسیار اما در مورد کاربرد منی باید دقت داشته باشید که منی فقط با های قابل شمارش و با فعل جمع همراهه چرا چون ما میدونیم تعداد چقدره تعدادی که میخوایم بهش اشاره بکنیم و قابل شمارش هستند پس باید با فعل جمع همراه باشه و منی در جملات مثبت منفی و سوالی به کار برده میشه اما بهتره در جملات مثبت از عبارت a lot of استفاده بشه اجازه بدید که چند تا اسم قابل شمارش رو مثال بزنیم مثل کار یعنی ماشین وقتی که میگیم کارز و جمعش میبندیم کار رو یعنی ماشین ها دقیقا ماشین ها قابل شمارش هستند وقتی که به ماشین ها اشاره میکنیم اما وقتی که میگفتیم ترافیک دقیقا نمیشه تعداد ماشین هایی که در ترافیک وجود دارن رو بشماریم پس عنصر ترافیک یا کلمه ترافیک قابل شمارش نیست اما کار کاملا قابل شمارشه کلمه بعدی کلمه اپل مثلا سیب سیب قابل شمارشه و ما میتونیم بشماریمش و وقتی میگیم apples پس طبیعتا جمعش که به کار برده بشه باز هم قابل شمارشه یا کلمه ماشین یعنی ماشین یا دستگاه باز هم قابل شمارشه همچنین کلمه فکت یعنی حقیقت یک کلمه قابل شمارشه وقتی که ما میخوایم چند تا حقیقت یا یک چند تا برهان رو اشاره بکنیم بهش اینها قابل شمارش هستند همچنین کلمه چر یعنی صندلی اگر توجه داشته باشید کاملا کلماتی که در اینجا گفتیم قابل شمارش هستند اجازه بدید که چند تا مثال رو با هم مرور کنیم تا خوب یاد بگیریم. دقت داشته باشید دوستان در مثال هایی که در ادامه خدمت شما تقدیم میشه سعی میشه که این مثال ها یک بار به حالت شمرده شمرده و کلمه به کلمه برای شما بیان بشه یک بار با سرعت کند و یک بار با سرعت نرمال که همه زبان آموزا در سطوح مختلف بتونن از این درس استفاده بکنن پس شما هم فراموش نکنید حتما همراه با ما و همراه با این درس با صدای رسا مثال ها را تکرار بکنید صدای خودتون را حتما هنگام بیان ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا تأثیر خوبی از یادگیری و تمرین تون داشته باشید بسیار خوب بپردازیم به مثالهای های کاربردی برای فرق و تفاوت much و many در انگلیسی I don't have much money with me. I don't have much money with me. I don't have یعنی ندارم much money یعنی مقدار زیادی پول. چون money یه کلمه غیرقابل شمارشه پس ما از much استفاده میکنیم. With me یعنی با من، همراه من. I don't have much money with me. یعنی پول زیادی با خودم ندارم پول زیادی همراه خودم ندارم I don't have much money with me I don't have much money with me How many children do you have? How many children do you have? How many یعنی چند تا و همینطور که میبینید وقتی که داریم از many استفاده میکنیم میخوایم به اسمی اشاره بکنیم که قابل شمارشه و همطور که میبینید children در اینجا اسم قابل شمارشه یعنی بچه ها اما تعداد بچه ها مشخصه Do you have حالت سوالی داشتن یعنی آیا دارید How many children do you have یعنی چند تا بچه دارید دو تا سه تا چهار تا How many children do you have? How many children do you have? Got any money? Not much. Got any money? Not much. Avadimiporse? Got any money? دقت بکنید که در حالت عامیانه داره میپرسه got any money یعنی هیچ پولی داری پاسخ میده not much نه زیاد دقت بکنید که money اسم غیر قابل شمارشه پس نمیگیم not many میگیم not much got any money not much got any money not much How much water do you need? How much water do you need? How much یعنی چه اندازه چه مقدار اگر دقت بکنید میخوایم به چیزی اشاره بکنیم که غیر قابل شمارشه. Water. Water غیر قابل شمارشه. شما نمیتونید آب رو بشمارید. Do you need? یعنی شما آیا نیاز دارید؟ How much water do you need? یعنی چقدر آب لازم دارید؟ چه مقدار آب لازم دارید؟ How much water do you need? How much water do you need? You can't have one itch. We haven't got many. You can't have one each. We haven't got many. You can't یا you cannot یعنی تو نمیتونی have یعنی داشتن You can't have یا you cannot have یعنی شما نمیتونید داشته باشید One each یعنی از هر کدوم یه دونه We haven't got یعنی ما نداریم many زیادی تعداد زیادی تعداد زیادی چی؟ داره به چیزی اشاره میکنه که قابل شمارشه فرض بگیرید که سیب و هلو طرف داره میگه you can't have one H شما نمیتونید از هر کدومش داشته باشید. چرا؟ به خاطر اینکه we haven't got many چون که زیاد نداریم ازشون. پس چیزی که داره بهش اشاره میکنه و در موردش صحبت میکنه قطعا چیزیست که قابل شمارشه. چون از منی استفاده شده و همونطور که گفتیم منی برای کلمات قابل شمارش استفاده میشه You can't have one itch We haven't got many You can't have one itch We haven't got many How much is it? به معنی What does it cost? How much is it? به معنی What does it cost? How much is it? یکی از پرکاربردترین عبارت هایی است که شما وقتی میرید خرید و یا میرید چیزی رو خرید بکنید از فروشگاه استفاده میشه. یعنی چقدر میشه؟ چیزی که من خریدم قیمتش چنده؟ How much is it? و اگر توجه بکنید how much داره به پول اشاره میکنه پولی که ما نمیدونیم دقیقا چقدره و نمیتونیم بشماریمش پس از ماچ استفاده شده how much is it یعنی چقدر میشه چقدر هزینه داره چقدره هزینه how much is it how much is it where are too many mistakes in this essay there are too many yani mistakes in this essay there are یعنی وجود داره too many یعنی yani بسیار زیاد mistake یعنی yani اشتباه mistakes یعنی yani اشتباهات In this essay یعنی در این مقاله فرض بگیرید طرف دانشجو یه essay نوشته essay یعنی مقاله یا حالا متنی که یک دانشجو در آزمونهای بین‌المللی یا به عنوان دانشجو یک ارائه رو نوشته و ارائه داده به استادش استادش داره میگه there are too many mistakes in this essay یعنی غلط‌های زیادی توی مقاله وجود دارند اگر دقت بکنید از منی استفاده کرده به چه دلیل به دلیل اینکه غلط‌ها هر چقدر هم باشند باز هم قابل شمارش هستند پس از many استفاده کرده. There are too many mistakes in this essay There are too many mistakes in this essay I don't have much free time. I don't have much free time. I don't have یعنی من ندارم much همونطور که گفتیم برای اشاره به چیزی که غیر قابل شمارشه free یعنی آزاد دوستان دقت بکنید نگفتم فری یا فری free. free بین F و R صدایی وجود نداره ما هم صدایی اضافه نمی کنیم به خصوص صدای کسره یعنی صدای E اضافه نمی کنیم پس نمیگیم فری یا فری free, free. time یعنی زمان همونطور که گفتیم برای اشاره به زمان از ماچ استفاده میکنیم چون زمان غیر قابل شمارشه I don't have much free time یعنی من وقت آزاد زیادی ندارم وقت آزادی ندارم که به خودم مثلا برسم یا برم تفریحات کنم درگیر یادگیریم درگیر مطالم I don't have much free time I don't have much free time It was one of my many mistakes. It was one of my many mistakes. It was yani on bud one of yani yeki as my mal man many اشاره به اسم قابل شمارش mistake یعنی اشتباه mistakes یعنی اشتباهات my many mistakes یعنی اشتباهات بسیار من اشتباهات بسیار زیاد من اما mistake قابل شمارشه پس از many استفاده کرده it was one of my many mistakes یعنی اون یکی از اشتباهات همیشگی من بود اون یکی از اشتباهات بسیار زیادی بود که من همیشه مرتکب میشم it was one of my many mistakes It was one of my many mistakes. بسیار خوب دوستان اجازه بدید تا اینجا که رسیدیم یه مثال با هم داشته باشیم تمرینی که میخوایم کار بکنیم این جمله است میخوام بگم چند تا سیب داری آیا باید بگم how much یا how many apples do you have how much یا How many apples do you have؟ طبق چیزی که گفتیم به نظر شما کدوم گزینه درسته؟ حتما در قسمت کامنت این گزینه رو پر بکنید و در این تمرین شرکت بکنید. شرکت در تمرین بسیار اهمیت داره و تاثیر خوبی در یادگیری شما عزیزان داره. پس مثال رو حتما کامل بکنید. How much یا many apples do you have؟ بسیار خوب دوستان به پایان این درس در خصوص فرق و تفاوت و البته کاربرد درست ماچ و منی رسیدیم امیدواریم که برای شما مفید و موثر بوده باشه و حتما طبق روش تمرین و استفاده بفرمایید دوستان این که ما همواره داریم تاکید میکنیم که طبق روش تمرین بکنید و صدای ضبط شده خودتون رو هنگام بیان عبارت ها و جملات گوش بدید و با نحوه بیان در هر پادکست یا هر درسی که دارید تمرین میکنید مقایسه بکنید دلیلش این است که بتونید اشتباهات احتمالی بیان و تلفظتون رو پیدا بکنید و اونها رو رفع بکنید. دوستان این روش بسیار تأثیر زیادی داره در یادگیری شما. حال دیگه خود دانید گفتنی ها رو ما میگیم، ما وقت میگذاریم، انرژی میگذاریم، آنچه باید به شما گفته بشه، آنچه وظیفه ماست خدمت شما عرض میکنیم. این دیگه به خود شما بستگی داره که خواه پند گیرید یا ملال. بسیار خوب دوستان سپاسگزاریم از همراهی و حمایت های شما عزیزان منتظر نظرهای سازنده شما در قسمت کامنت هستیم لطفا فراموش نکنید که با اشتراک ویدیوها اونها رو در اختیار دیگران هم قرار بدید تا بتونن استفاده بکنن همچنین فراموش نکنید که برای دریافت درس های بیشتر و درس های آینده کانال انگلیسی مثل خوردن رو حتما دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان ایام به کام خوش باشید